بیانیه استرون استیونسون رئیس هیئت رابطه با عراق در پارلمان اروپا، حفاظت از شهروندان سوری در مقابل نظامیان اسد و پاسداران رژیم ایران وظیفه اتحادیه اروپا و آمریکاست. الزام پایان دادن به فاجعه سوریه اتخاذ سیاست قاطع در مقابل رژیم ایران است. لازم است ابتدا با همپیمانان اصلی بشار اسد در ایران و عراق مقابله کرد. صحنه های تکان دهنده کشتار زنان و کودکان با سلاح شیمیایی در حومه دمشق وجدان جامعه بشری را جریحه دار کرده است. بیعملی در مقابل کشته شدن بیش از 1300 غیر نظامی در شرایطی که کارشناسان شیمیایی ملل متحد در دمشق و در فاصله چندین کیلومتری محل فاجعه به سر میبرند قابل بخشش نیست. روشن است که این جنایات در سوریه با حمایت فعال رژیم ایران و نیروی تروریستی و وحشی قدس صورت میگیرد و بعید است اسد بدون حمایت رژیم ایران دوام بیاورد. رهبران اپوزیسیون سوریه تصریح میکنند این قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس است که جنگ در سوریه را فرماندهی می کند. علاوه بر هزاران پاسدار رژیم ایران، حزب الله، شعبه لبنانی رژیم ایران، مزدوران عراقی حکومت تهران مانند اصحاب الحق و حزب الله عراق و حوثی های یمن همه به کشتار مردم سوریه تحت فرمان و نظارت قاسم سلیمانی مشغولند. بنابراین در حالی که چنین فاجعه‌ای دارد صورت می‌گیرد، غرب نمی‌تواند بیش از این بی حرکت بایستد. پایان دادن به فاجعه سوریه جز با یک سیاست قاطع در مقابل رژیم ایران و خلع ید از این رژیم در سوریه و عراق امکان پذیر نیست. مقامات ارشد رژیم ایران می‌گویند سوریه به مثابه 35مین استان ایران است و سقوط دمشق حکومت تهران را ناامن خواهد کرد. حمله شیمیایی 21 اوت که بدون تردید یک جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است، هر گونه بهانه را برای خودداری از دخالت فعال علیه دیکتاتور سوریه و رژیم ایران از بین می‌برد. نقطه عطف فرا رسیده است. دخالت برای حفاظت از شهروندان بیگناه سوری یک تعهد بین المللی است و نباید آن را به تاکتیک های تأخیری شورای امنیت که تحت تأثیر منافع اقتصادی روسیه و چین است مشروط کرد. برای مقابله مؤثر با رژیم جنایتکار اسد لازم است ابتدا با همپیمانان اصلی حکومت سوریه در ایران و عراق مقابله کرد. این ادعای پوچ و میان تهی که روحانی رئیس جمهور جدید رژیم ایران یک میان روست نباید به عنوان بهانه‌ای برای بیعملی مورد استفاده قرار بگیرد. استرون استیونسون رئیس هیئت رابطه با عراق در پارلمان اروپا.